با تشکر آقای رئیس خانم کنفلماته ما از گزارش شما که به استفاده از تکنولوژی رباتیک کوش مصنوعی و اتوماتیزه کردن برای کمک به افراد سالخورده پرداخته استقبال میکنیم با این حال در حال حاضر این مسئله برای پیش بینی از نیمی از زنان سالخورده و 25 درصد از مردان سالخورده در جمهوری اسلامی ایران که دسترسی به هیچ گونه تأمین اجتماعی ندارند یک رویای دست نیافتنی است 70 درصد از مردم سالخورده در ایران که از صندوق بازنشستگی استفاده می کند دست کمتر از حداقل حقوق در کشور دارند و نیمی از آنها محدودیت های حرکتی هم دارند بر اساس سرشماری عمومی سال 1395 27 ممیز 9 دهام درصد جمعیت ایران بالای 60 سال سن دارند و این نسبت به سرعت در حال افزایش است و در 20 سال آینده کشور وارد بحران پیری می شود. سیزده سال پیش شورای عالی سالمندان تشکیل شد و هفت سال است که مسئولان آن مشغول تهیه برنامه راهبردی هستند که گفته شده در مراحل انتهایی می باشد. پیش بینی می شود که تعویق و تأخیر در تهیه این پیشنویس و اجرای این برنامه عمل به دلیل تعهد مراکز تصمیم گیری و عدم همکاری آنها با یکدیگر باعث بحرانی 15 ساله از 20 سال آینده به بعد می شود. آقای هلر با توجه به وضعیت جغرافیایی و نبود مدیریت صحیح منابع آب، وضعیت آب در ایران در شرایط قرار دارد. بیش از 80 درصد از آب تازه مورد مصرف در ایران از آبهای زیرزمینی می باشد و امروز 75 درصد از این منابع زیرزمینی مصرف شدهاند. بزرگترین صد روی رودخانه کارون در نزدیکی معدن نمکی ساخته شده است که آب شیرین این رودخانه را تبدیل به آب شور کرده است. با تشکر آقای رئیس.